سلام مهدی عزیز. سلام مهدی جان و همه دوستانی که امشب ما رو تو لایو قراره ببینن. مهدی چقدر خوشحالم میبینم. قربونت، منم همچنین مهدی جون. واقعا دلم خیلی برات تنگ شده. قربونت، همچنین سلام میکنم به همه بچه های عزیزی که الان توی لایو مهدی آبادی دارن ما رو میبینن. برایشون آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم در این شرایط سخت کرونایی که بر همه ما داره میگذره زودتر تموم بشه و بتونیم حداقل بچه‌هایی که در هر جای این کره زمین هستن قرار دور هم جمع بشن، بتونن نزدیک دور هم جمع شن و این لایو اتفاقا میتونه ادامه پیدا کنه، ولی اون حضور نفس به نفسمون هم دوباره شکل بگیره. یادش بخیر اون چند ماه پیش جعفر خونه تو بود، با هم یه گپی زدیم تو لایو. دقیقاً البته آخراش بود، ولی جعفر پارسال همین موقع پیش ما تو لاکداون گیر افتاد و اینجا با هم بودیم و اینا. چقدر نشسته خیلی البته اگه جعفر جلوشو نمیگرفتی همینجوری ادامه میداد، راه ها رو همینجوری میبست تا یه سال پیشت بمونه. نه اتفاقا تفلی خیلی عجله داشت بیاد، هیچ راهی براش وجود نداشت. نه بود داره از پاریس اومد. بنده خدا دوبارم بلیت گرفت، جفت بلیتش هم. مهدی جان عرضم به حضورت، من بچه شهر ری در جنوب تهرانم، یا به قول معروف شابدلزی، و زاده اونجا هم، همونجا به دنیا اومدم، همونجا ابتدایی رو درس خوندم، از همون دوره چهارم و پنجم ابتدایی تو مدارس خیلی علاقمند تئاتر بودم و تو حیات مدرسه تئاتر بازی میکردم. تو مسابقه تئاتر دانش آموزی مقطع ابتدایی شرکت کردم، راهنمایی رفتم، باز تو راهنمایی شرکت کردم، دبیرستان، کلن فعالیت تئاتریمو از مدرسه شروع کردم. به هر حال یه معلم هنری هم داشتیم به اسم جناب آقای خوشی که خیلی مشوق بود که این کار رو ادامه بدم، و بعد که دیگه تقریبا به سن 16 سال 15-16 سال رسیدیم، خدا رحمت کنه کریم اکبری مبارکه، اون موقع کریم اکبری مربی ما بود در شهر ری، با همون تمرین میکرد هم تو مدرسه هم در کانون پرورش فکری، کانون مالک اشتر. اون کانون، اون کانونی که وابسته به کانون پرورش فکری، آره من میشناسم، کاخ جوانان های سابق کانون مالک اشتر شروع کردن. من اونجا فعالیتمو با کریم اکبری شروع کردم، مجید بهشتی، ارزم بود آقای علی اصغر قادری پناه، با اینا شروع کردم. و قبل از این که دیپلم، یعنی دوران راهنمایی بودم و دبیرستان، من تقریبا 5-6 تا کار کودک با اینا بازی کردم. با عباس عبدی کار کردم و با حسین سروسین یعقوبی کار کردم. اینا همه برای قبل از اینکه تازه من به سن 18 سال برسم کارهایی بودش که به طور حرفه‌ای صبح‌ها بلیط فروخته میشد و تماشاچی میامد و ما اجرا میرفتیم. و جالبه که ما بعضی شیفتمون مدرسه‌مون بدازوری بود، یه هفته بدازوری بودیم یه هفته صبحی بودیم. اون هفته‌هایی که صبحی بودیم بعضی صبحاشو با مکافات برای اجرا میامدیم. و نکته جالب این بود که به ما هیچ وقت پول هم نمیدادن، یعنی یاد دستمزد بهم یک ماشین حساب دادن. یادم عقیل گلزار که الان هم عقیل فکر میکنم انگلیسه، عقیل دیرتر از ما هم شروع کرد، با همین کار عباس عبدی شروع کرد، ولی خب از نظر سنی 4-5 سال ما بزرگتر بود. یادم 3000 تومان دستمزد به عقیل داده بودن، ولی به ما یه ماشین حساب زیاد دادن. بوده مهدی این که میگه آره، آره، آره. این باره سال 69 یا 70ه. و جالبه که فیلمش به دستم رسیده. این پسره دوستمون که با داداش محسن ایمانخانی یکی از اون شخصیت ها رو بازی میکردن، کوچولوتر بودن، با پیروز که الان عضو انجمنمون هم هست، چند وقت پیش منو دید و گفت سیدی رو من دارم، که اون فیلمو الان من دارم، نمایش گرگ خسته، سال 70 فکر کنم اجرا رفتیم.
خب خیلی جوانتر بودم، من نقش یک راوی رو بازی میکردم. چه عالی. دیگه از اون مهدی جان، من همون موقع درگیر فوتبالم بودم، یعنی من فوتبال بازی میکردم تقریبا تو مثلا سن 16 سالگی، نوجوانان جوانان یه علاقه وافری به دوتاش داشتم، ولی واقعا تو یه جایی دیگه احساس کردم علاقم به تئاتر بیشتره، یعنی فوتبال رو گذاشتم کنار و در از تئاتر رو ادامه دادم، رفتم سربازی. قبل از سربازی در کمیته امداد شهر ری من یه دوستی داشتم کار میکردش، یعنی اونجا مشغول بود، 40,000 تومان پول داد که ما یه نمایش تولید کنیم. یادم من محسن ایمانخانی بود، علیرضا استادی، نمایش محسن ایمانخانی تازه داشت عروسک سازی یاد میگرفت. ما یادم عروسکاشو ساختیم، یه نمایشی به اسم قلعه عروسکا که سال 71 توی فرهنگسرای بهمن اجرا رفت، ولی دیگه من رفته بودم سربازی. یعنی من رفتم سربازی و دیگه سال 74 از سربازی برگشت. یه کات، من سال 71 با مجید قناد آشنا شدم. یعنی محمد مسلمی اون موقع من معرفی کرد به مجید قناد. من یه کار عروسکی سال 71 با مجید قناد انجام دادم و بعد که رفتم سربازی، دو سال سربازی فقط تونستم یه کار به اندازه مثلا یه چند روزی با محسن زاران کار عروسک، محسن زاریان یه کار عروسک گردانی بکنم. دو سال هیچ کاری انجام ندادم. 74 اومدم و یادمه که رفتم سر کلاسای استاد حمید سمندریان. من رفتم ثبت نام کردم، تقریبا 3 سال و 4 سال تو آموزشگاه سمندریان بودم. تو اون آموزشگاه من چند تا کار هنرجویی کردم، مثلا از چخوف کار کردم، یه کار از میمون پشمالو و از یوجین اولیل کار کردم، اینا همه کار کلاسی. مرگ فروشنده رو کار کردم، اینا همه کارهای کلاسی بود که من تو اون زمان سر کلاس استاد سمندریان کار میکردم. واقعا یه مهدی، یه افتخاری نصیبم شد که شاید مدیون اون دوره کلاس ها هستم. یادمه یه ترممون کلاس کارگردانی بود و آقای سمندریان تو اون ترم من یه نمایشی از داستانهای چخوف به اسم بوغلمو صفتانو تو اون ترم هفته دو روز کارگردانی داشتیم، من جلوی سمندریان و بچه ها باید کارگردانی میکردم. یادم اینقدر سخت بود که وقتی من مثلا به بچه‌ها می‌خواستم میزانی حرکت بدم، دست و پام هم می‌لرزید، اصلا روم نمی‌شد جلو استاد این کارا. کم کم یه اعتماد به نفسی پیدا کردم تو این 5 ماه، چقدر بهم کمک کرد. یعنی من وقتی به یه نفر گفتم خب از اینجا برو اونجا، میگفت کار، میگفت برای چی بهم گفتی، توضیح می‌خواست، اگر اشتباه کرده بودم تحلیل می‌کرد برام. خلاصه یه ترم یک نمایشو من کارگردانی کردم که 3 روزم توی خود آموزشگاه استاد سمندریان اجرا رفت. خب حال همون دورانی که آموزشگاه سمندریان میرفتم، تازه هم از آموزشگاه سمندریان بودیم، نمایش مشتی سفر گربه ای داشت کار کردیم دانشکده رسام هنر تو انقلاب. شاید اولین کاری بود که من دیگه دستمزد حرفه‌ای می‌گرفتم و دیگه از اون موقع واقعا حرفم این بود. من سربازی اومده بودم، شغلم این بود. اجرا رفتیم و بعد برای تکرار اجراش رفتیم بولینگ عبدال. اون موقع تقریبا 1 سالی نمایش رو اجرا می‌بردیم، هم صبح هم بعد از اون. صبح رزرو مدارس بود. دیگه 75 بعد شد 76 نمایشی کار کردم به اسم مشتی غلام باغبون. فرهنگ سرای سر یه سالن روباز داشت مهدی. بله من اولی پشت سالن مجموعه تو اون سالن روبازه این نمایش اجرا رفتم. مشتی غلام اینو اجرا رفتم، همزمان نمایش یعنی بعد از این نمایش دختر گل فروش رو کار کردم. دختر گل فروش هم اونجا اجرا رفتم توی فرهنگ سرای همون سر که سیامک بانیانیم با من بود، علی بیک محمدی بود، خانوم
بهاره ذبیحی عالی که مجری تلویزیون شد و بعدن هم از ایران رفت و با سیامک بانیان و همسرش و که خانم شقایق عباسی گل دختر گلفروش رو کار کردم و دختر گلفروش رو از اونجا مجددن آوردم فرهنگسرای ابن سینا سال 77 دیگه اونجا مشغول شدم. در همین یعنی سال بین 76 تا 77 فکر کنم اوایل 76 بود، مجید قناد اون موقع من موبایلم نداشتم، یه روز ساعت 5 بعد از ظهر دیدم تلفن خونمون زنگ زد، صحبت کردیم و گفت فردا میای بریم ماهشهر؟ گفتم چرا که نه، برای یه کار عروسکی بود که من ادامه شروع کارم بعد از که از سربازی اومدم با قناد از سال 76 شروع شد که تو اون بره من 3 تا کار تلویزیونی کردم. یکی مسابقه گل و گلدون بود که اون عروسک توپل برای اولین بار توی تلویزیون جا افتاد توی حیات مدارس، یعنی قبلش قناد یه 52 قسمت رو با شهرام لاسمی قلقلی ضبط کرده بود، دیگه شهرام نبود، جایگزینش من با یه عروسک شدم که تقریبا 52 قسمت هم ما رفتیم مسابقه رو تو حیات مدارس ضبط کردیم. بعد نزدیکای عید 77 بود، یعنی توی بهمن و اسفند یه مجموعه آقای قناد کار کرد که کارگردانش مجید راستی بود، البته مجید قناد مجری بود ولی به اسم آقا زمان و آقا جهان، دو تا عروسک بود، یکی ساعت بود یکی کره جغرافیایی. من محسن ایمانخانی رو اونجا معرفی کردم، این اولین عروسک‌های تلویزیونی بود که ساخت، یه کره جغرافیایی بود به اسم آقا جهان و یه ساعت بود به اسم آقا زمان. من آقا زمانو انجام میدادم عروسک گردونیش با صدای خودم و محسن آقا جهان. یه چیزی بالغ بر 120 ساختیم، تقریبا 5-6 دقیقه‌ای بود که قنادم مجری بود. دقیقا یادم اوایل همون ضبط کامبیس صمیم مفخم به رحمت خدا رفت، یعنی دقیقی آدم توی همون ایام فیلمبرداری بود. خب من همزمان داشتم کار تلویزیونی میکردم با مجید قناد توی شبکه 2 خیلی کار کردیم، خب تئاترم کار میکردم. 77 دیگه اومدم گلفروش و اجرا رفتم توی ابن سینا، شد سال 78. 78 من یک البته یک گروهی مهدی من تشکیل دادم از سال همین ازت بپرسم که گروهت کی تشکیل دادی و اسمشو چی گذاشتی؟ این هسته اولیه گروه کی بود؟ سال 76 علی صفا، من، البته علی بیک همیشه با ما بود ولی علی با بقیه هم کار میکرد. آره. ولی خب علی خیلی با من کار کرده بود. آره. خانم سعیده فرهمند و اینکه مثل سیامک بانیانی بود اینا با هم مشغول بودیم. یه هسته مرکزی شروع شد و من تا 77 با این بچه ها کار کردم. مثلا مرتضی کمیلی بود با من که دیگه اینا همه بعدن دیگه چیز نکردن، یعنی ادامه ندادن، البته بعضی هاشون ادامه دادن. 70 خانم زیبا آهنی بود که با من تا تقریبا تا سال 83 هم بود. اینا حسای مرکزی اولین گروه من به اسم گروه بچه‌های ایران ثبت شد. چرا؟ من 78 متر یه نمایش کار کردم به اسم بچه‌های ایران که تو هم چند بار منو دعوت کردی تو جای مختلف اجرا رفتی. این نمایش بچه‌های ایران این شکل 5-6 نفره داشت تو تمرینای اولیه، ولی کم کم نمایش تبدیل شد به 3 نفره و من در کانون پرورش فکری دوره مدیریت آقای داوود کیانیان رفتم بازبینی. من از اواخر 78 و اوایل 79 درگیر تریلی کانون شدم.